سلام، من معین خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. برنامه رو با خبرهای کوتاه از تازه‌های فضا شروع میکنیم. تلسکوپ فضایی جیمز وب تصاویر جدیدی از سیاره مشتری ثبت کرده. در این تصاویر شفق‌های نورانی قطب‌های شمال و جنوب مشتری، گردبادها و طوفان‌های این سیاره با وضوح بالا مشخص شدن. در تصاویر جیمز وب در کنار حلقه نور کمرنگ دور مشتری دو قمر کوچک این سیاره به نام آمالتیا و آدرستیا هم دیده میشه. این تصاویر به وسیله دوربین فروسرخ نزدیک تلسکوپ جیمز وب گرفته شده. بالگرد نبوغ که همراه با مریخ نورد استقامت به مریخ فرستاده شده، سیومین پروازش رو به مدت 33 ثانیه در آسمان مریخ انجام داد. علت کاهش پروازهای این بالگرد محل قرارگیری اون در دهانه جزروست که در حال حاضر زمستان مریخ رو تجربه میکنه. در نتیجه نور کافی به باتری‌های بالگرد نمیرسه که شارژ بشه. سازمان فضایی چین تصاویر جدیدی از ایستگاه فضایی تیانگونگ منتشر کرد. در این تصاویر بازوی مکانیکی بیرون این ایستگاه در حال فعالیت برای اتصال بخش آزمایشگاهی ونتیان به بدنه اصلی ایستگاه فضایی. آزمایشگاه ونتیان اولین بخش آزمایشگاهی ایستگاه فضایی چینه که اوایل مرداد ماه به این ایستگاه متصل شد. چین ماهواره چوانگین 16 را با موشک کوایژوی 1A از جنوب غربی این کشور با موفقیت در مدار زمین قرار داد. سازمان فضایی چین اعلام کرده از این ماهواره برای آزمایش‌های علمی استفاده خواهد شد. تلسکوپ شمالی جمینی در هاوایی تونسته تصویری از ادغام دو کهکشان ثبت کنه. تلسکوپ شمالی یکی از دو تلسکوپ رصدخانه بین‌المللی جمینیه و تلسکوپ دومی هم به نام تلسکوپ جنوبی جمینی شناخته میشه. مصطفی خسروی درباره این تصویر توضیح میده. تلسکوپ جمینی شمالی در هاوایی به تازگی تصویری منتشر کرده از برخورد دو کهکشان NGC-4567 و NGC-4568 که فاصله شون از زمین حدود 60 میلیون سال نوریه. این دو کهکشان در صورت حالکه سنباله قرار دارن و مدتیه که درگیر میدان گرانشی یکدیگه شدن. اونها در حال گذراندن اولین مراحل این ادغام هستن. این ادغام حدود 500 میلیون سال طول خواهد کشید و در طی این پروسه که انفجارهای بسیار زیادی به همراه خواهد داشت، این دو کهکشان با یکدیگر ادغام میشن و یک کهکشان بیضی شکل بسیار بزرگ رو به وجود میارن. نکته جالب اینه که فاصله مرکز این دو کهکشان الان در تصویری که جمینی گرفته حدود 20 هزار سال نوریه. این فاصله برابر با فاصله ما تا مرکز کهکشان خودمون. میتونیم این دو عدد رو با هم مقایسه کنیم. من الان با دوربینم با یک لنز واید یک تصویر نمای باز از مرکز کهکشان راه شیری جایی بین صورتفلکی عقرب و صورتفلکی قوس میگیرم و تصویرم رو به شما نشون میدم. فاصله ما در روی کره زمین تا مرکز کهکشان راه شیری 20 هزار سال نوریه و فاصله دو مرکز کهکشان های NGC-4567 و NGC-4568 هم از همدیگه الان 20 هزار سال نوریه. با این تفاوت که مراکز کهکشان ها محلیست پر از ستاره های بسیار بزرگ قدیمی و البته سیاه چاله ها و جرم بسیار زیاد و انرژی بسیار زیادی رو اونجا ما شاهد هستیم. به همین خاطر این فرایند ادغام که حالا شروع شده در آینده البته بسیار دور شاهد اتفاقات جدیدتر و ظهور ابرنواخترها و انفجارهای بیشتر و بیشتر خواهد بود. ناسا آماده بازگشت به ماه با برنامه ای سه مرحله‌ای به نام آرتمیس 1، 2 و 3. آرتمیس 1 با پرتاب ماهگرد به دوز سرنشین اورایون آغاز میشه. اگر همه چیز طبق برنامه پیش بره، موشک حامل ماهگرد اورایون روز دوشنبه 7 شهریور در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران به طرف ماه پرتاب میشه. به ماه میرویم که بمانیم. آرتمیس، برنامه فضایی ناسا برای اعزام فضانورد به ماه. اما اهداف بلند مدت این ماموریت به فرود فضانوردان روی سطح ماه محدود نمی شود. هدف فتح سیاره مریخ است.
And it's back to the moon and then on to Mars. و حالا بازگشت به ماه و بعد مریخ. برنامه آرتمیس ناسا راه را برای جهش عظیم بشریت و مأموریت‌های آینده به مریخ هموار خواهد کرد. شکی نیست که ما در دوران طلایی اکتشاف و نبوغ انسان در فضا هستیم و همه چیز با آرتمیس یک آغاز می شود. رویایی که با عبور از ماه محقق می شود و برنامه آرتمیس مسیر را هموار می کند. در برنامه آرتمیس انسان به ماه می رود تا در آنجا پایگاهی دائمی بسازد. جایی مانند ایستگاه فضایی بین المللی. این اقامتگاه آب، غذا و سوخت فضانوردان را هم تامین می کند تا ایستگاهی بین راهی باشد برای سفرهای آینده به مریخ. برنامه آرتمیس در 3 مرحله اجرا می شود. در آرتمیس 1 موشک پرتابگر SLS و فضاپیمای بدون سرنشین اورایون آزمایش می شوند. در این مأموریت فضاپیمای اورایون تنها در مدار ماه می چرخد و پس از حدود 1 ماه به زمین باز خواهد گشت. ناسا تاریخ آغاز مأموریت آرتمیس 1 را 7 شهریور ماه تعیین کرده. اگر مأموریت آرتمیس 1 موفقیت آمیز باشد، 2 سال دیگر فضاپیمای اورایون دوباره به مدار ماه اعزام می شود. همراه با 4 فضانورد که 10 روز در مدار پایین ماه مستقر می شوند. قرار نیست در این مرحله هم فضانوردان سطح ماه را لمس کنند. به کمک مرحله رانش فوق سرد که از سوخت هیدروژن و اکسیژن مایع استفاده می کند، فضانوردان چند بار در مدار ماه می چرخند تا مناطق مناسب برای فرود را بررسی کنند. در مأموریت آرتمیس 2، بخشی از تجهیزات هم به ماه منتقل می شوند. از جمله ابزارهای نمونه برداری و ماهنوردی که برای نقل و انتقال فضانوردان روی سطح ماه ساخته شده. ساخت ایستگاه فضایی گیت‌وی یا دروازه هم از دیگر اهداف برنامه آرتمیس 2 است. گیت‌وی یک ایستگاه فضایی چند منظور است که در مدار ماه قرار می‌گیرد. برای پشتیبانی فنی از مسافران ماه و برنامه‌های فرازمینی. اجرای مرحله سوم برنامه آرتمیس برای 3 سال دیگر برنامه‌ریزی شده. پرتابگر SLS فضاپیمای اورایون را همراه با 4 فضانورد به مدار ماه می‌برد. اما این بار برای فرودی تاریخ ساز. طبق برنامه در این مأموریت 1 زن و 1 مرد قدم روی سطح ماه می‌گذارند. ایستگاه گیت‌وی یا دروازه در جریان آرتمیس 3 تکمیل می‌شود. گردش ایستگاه گیت‌وی در مدار ماه دسترسی به همه مناطق ماه را ممکن می‌سازد و قرار است از این ایستگاه برای مقاصد تجاری هم استفاده شود. با این حال برنامه آرتمیس یک رقیب بزرگ دارد. چین در حال زمین‌سازی برای استقرار در بخش تاریک ماه است. فضای رقابت برای تسخیر ماه داغ‌تر می‌شود. قرار 3 سال دیگه 1 زن و 1 مرد روی سطح ماه قدم بگذارن. ناسا 18 فضانورد رو برای این مأموریت آماده می‌کنه. در بین این فضانوردان نام 1 زن ایرانی تبار وجود داره. یاسمین مقبلی. اطلاعات بیشتر در گزارش فهیمه سلطانی. 3, 2, 1, مقدمات سفر به ماه فراهم می شود. آرتمیس 1 آماده پرواز است. پروازی بدون خدمه تا آزمایشی باشد برای بازگشت انسان به ماه. ناسا می گوید 3 سال دیگر 4 فضانورد را با آرتمیس 3 به سوی ماه می فرستد. 1 زن و 1 مرد فضانورد روی خاک ماه قدم خواهند گذاشت و 2 نفر دیگر هم در مدار ماه باقی می مانند. نام فضانوردان نهایی هنوز اعلام نشده است، ولی ناسا 18 نفر را برای این مأموریت آماده می کند. 9 مرد و 9 زن. در میان زنان فضانورد نام 1 زن ایرانی تبار هم به چشم می خورد. یاسمین مقبلی. او فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه MIT و مدرسه عالی نیروی دریایی است. از همون زمان کودکی دوست داشتم فضانورد بشم. وقتی 6 سالم بود درباره والنتینا ترشکووا، اولین فضانورد زن، گزارش یک کتاب رو تهیه کردم. مادرم کمک کرد تا چیزی مثل لباس کوچیک فضانوردی درست کنیم. پس می‌بینید که من همیشه آرزوم بوده که فضانورد بشم و همون اشتیاق مسیرم رو در زندگی مشخص کرده. یاسمین 17 سال پیش خدمت در نیروی دریایی ایالات متحده را آغاز کرد. بیش از 2000 ساعت پرواز با 25 جنگنده متفاوت و شرکت در 150 عملیات نظامی را در کارنامه خود دارد.
5 سال پیش به سازمان هوافضای آمریکا ناسا پیوست و پس از 2 سال تمرین در کلاس‌های آموزشی به عنوان فضانورد ناسا برگزیده شد. عاشق تاریخ بودم، انگلیسی و تمام درس‌های دیگه. ولی برای علوم، ریاضی و فیزیک اشتیاق بیشتری داشتم و درس‌های مورد علاقه‌ام بودند. پدرم و مادرم هر دو معماری خوندند. بنابراین به طراحی هم گرایش زیادی داشتم. چیزی که برای مهندسی واقعاً لازمه. ترکیب این چیزا با علاقه‌ام به برنامه‌های فضایی من رو به سمت رشته مهندسی هوافضا کشوند. یاسمین مقبلی سال آینده به همراه یک فضانورد دیگر با فضاپیمای کرو 7 اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز خواهد کرد به عنوان فرمانده و شاید یکی از 2 نفری باشد که 3 سال دیگر قدم روی سطح ماه می‌گذارد. فهیمه سلطانی، لندن. دانش آموزان ایرانی تونستن در 15مین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در کشور گرجستان برگزار شد با 9 مدال طلا و 1 مدال نقره بین 48 کشور مقام اول جهان را کسب کنند. این افتخار بزرگی برای تمام ایرانی هاست. مهدی استاد محمدی، سپهر سلامت، محمد مهدی عابدیان، فرهاد عزیزی، سطری، سید یوسف میر یوسفی، سهند اسماعیل زاده، سهند اکرمی پور، آریا قنبری، آرسام مجد و علی رضا علایی هردشت مدال‌آوران ایران در المپیاد نجوم و اختر فیزیک بودند. برنامه انسان زمین فردا را تقدیم می‌کنیم به تیم المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران. تا فرصت بعدی.